پرزیدنت دونالد ترامپ در کنفرانس خبری که در پایان دیدار تاریخیش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور برگزار شد، گفت فصل جدید مناسبات دو جانبه آغاز شده است. مقایسه دستاورد این دیدار با توافق برجام و همچنین تأثیر آن بر دستیابی به توافق جدید با جمهوری اسلامی ایران نیز در بین پرسش‌های خبرنگاران بود. فرهاد پولادی و جزئیات بیشتر در این باره. پرزیدنت ترامپ در آغاز کنفرانس خبری خود پس از پایان مذاکراتش با رهبر کره شمالی که ابتدا به صورت انفرادی دو جانبه و سپس با حضور هیئت‌های همراه صورت گرفت، از آماده شدن آمریکا و کره شمالی برای گشودن فصل جدید در تاریخ مناسبات دو کشور خبر داد. My meeting with Chairman Kim was honest. جلسه من با کیم جونگ اون صادقانه، رک و سازنده بود. باید همدیگر را در مدت زمان محدودی می‌شناختیم. ما آماده ایم تاریخی جدید را آغاز کنیم و آماده ایم فصل جدیدی را در روابط دو کشور بگشاییم. پرزیدنت ترامپ غیر اتمی ساختن کره شمالی را تضمین برای امنیت و شکوفایی آن کشور دانست. There is no limit to what North Korea can achieve when it زمانی که کره شمالی سلاح‌های اتمی‌اش را کنار بگذارد، دیگر هیچ محدودیتی برای پیشرفت نخواهد داشت و می‌تواند به تجارت و تعامل با بقیه جهان بپردازد. کیم جونگ اون این فرصت را دارد که به عنوان رهبری شناخته شود که دوران شکوهمند جدیدی از امنیت و شکوفایی را برای مردم کشورش رقم بزند. در کنفرانس خبری خبرنگاران از پرزیدنت ترامپ از تأثیر توافق با رهبر کره شمالی بر احتمال دستیابی به توافق جدیدی با ایران پرسش‌های را مطرح کردند. من در بعد ورودم به کاخ سفید با توافق بدی روبرو بودم، توافق برجام، اما من صادقانه بگویم که کارها به خوبی پیش می رود. من به دستیابی به توافق جدید اتمی پایبندم. در مورد ایران باید بگویم که ایران هم اکنون کشوری متفاوت نسبت به 3-4 ماه گذشته است. به نظر من آنها دیگر به دنبال حضور دائمی در سواحل مدیترانه، منظورم حضور در سوریه، با آن شور و حرارت پیشین نیستند. به نظرم به دنبال این هدف دیگر نیستند. اسرائیل همپیمان آمریکا در خاورمیانه بارها درباره حضور دائمی ایران در سوریه هشدار داده و آن را خط قرمز خود اعلام کرده است. آمریکا واشنگتن قویا از آن حمایت می‌کند. پرزیدنت ترامپ همچنین در پاسخ به سوال دیگری در زمینه دستیابی به توافق با ایران گفت در دستیابی به توافق جدید با ایران نه عجله‌ای دارد و نه اینکه حاضر است به ایران امتیازی بدهد. او سپس به مقایسه پرداخت میان بازگشت زندانیان آمریکایی از کره شمالی و رفتار باراک اوباما در مورد زندانیان آمریکایی از ایران. وقتی که دولت هم گروگان‌ها را برگرداند، 1,800,000,000 دلار که دولت پیشین به ایران برای بازگرداندن شهروندان من از آنجا پرداخت کرده بود را نداد. آن وضعیت شرم‌آوری بود. پرزیدنت ترامپ به استناد به اینکه توافق اتمی با ایران یا همان برجام با منافع آمریکا همخوانی ندارد از آن خارج شد. او گفت است در صورتی که ایران به درخواست‌های آمریکا که شامل عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و پذیرش اعمال محدودیت بر برنامه‌های موشک بالستیک و اتمی‌اش است، می‌تواند به توافق جدید دست یابد. پرزیدنت ترامپ و رهبر کره شمالی پیش از کنفرانس خبری در پایان مذاکراتی که با حضور نمایندگان ارشد دو کشور انجام گرفت، سند این مذاکرات را امضا کردند. او از وزیر خارجه‌اش مایک پامپئو و همتای کره شمالی‌اش برای دستیابی به این توافق قدردانی کرد. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.